بینندگان عزیز، همیهنان گرامی، همزبانان محترم، بهترین دوستای من و همکارانم در تلویزیون سپیده استقلال آزادی رو بپذیرید. مرتضی عبداللهی هستم، سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی ممنونم که بازم دقایق با ما خواهید بود. در برنامه امروز دوست عزیزی مهمان ماست، دوست قدیمی و عزیزی که از شخصیت های شناخته شده، بسیار شناخته شده جامعه سیاسی ایران هستند. مطمئنم که بسیاری از شما آقای دکتر منصور فرهنگ رو باشون آشنا هستیم و نظراتشون از شخصیت های ملی، آزادی خواه، دموکراسی خواه، جمهوری خواه که لاغل در طول چند دهه که بنده خدمتون ارادت دارم آشنا هستم، در این زمینه ها فعال هستند. سالها استاد علوم سیاسی در دانشگاه های آمریکا بودند. امروز لطف کردن به ما وقت دادن که در خدمتشون باشیم، در رابطه با مسائل امروز ایران باهاشون صحبت کنیم. آقای دکتر فرهنگ، سلام عرض میکنم و خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام بر شما، خیلی مفتخرم که در حضور شما باشم. امیدوارم که بتونیم گفتگوی مفیدی داشته باشیم. انشالله که جناب عالی و خانواده محترم هم در این روزهایی که اما اقسام بیماری های چیز رفته ده سلامت اینو مشکلی نیست. برکنه شما، مرسی. آقای دکتر فرهنگ، همینجوری که بهتر از من میدونین، بینندگان ما میدونن، در بیش از دو ماه پیش پس از قتل ناجوانمردانه مهسا ژینا امینی توسط گشت ارشاد در ایران، به دلایلی که حالا اگر شما هم در این زمینه صحبت کنین که چرا ایران جوان به اعتراض برخاست. بیش از دو ماه هست که در خیابانهای شهرها و حتی شهرهای بسیار کوچک ایران بخشی از جوانهای ما هر روز در خیابانها هستند در اعتراض، اول به اعتراض به حجاب اجباری و بعد به نظر میاد که خواستار تغییرات اساسی در نوع زندگی هستن. میخواستم خواهش کنم که بفرمایید اول که چرا یه همچی اتفاقی افتاده و چرا رد اتفاق میفتن؟ همونطور که شما میدونین و به هر حال بعد تجربیاتی که داشتیم در فعالیت های سیاسی، این واقعیت رو بهش پی بردیم که در حریم سیاست شگفتی وجود داره. یعنی همیشه اتفاقاتی میفته که غیر قابل پیش بینی بوده. منتها بعد از این که اتفاق میفته ما شروع میکنیم به فهمش که چرا این اتفاق افتاده. خیلی جالبه که این جنبش بسیار تاریخی و بیسابقه که بیسابقه نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها اسلامی وجود، برای ما غیر قابل پیش بینی بود. ولی بعد از این که اتفاق افتاد، فکر به اصطلاح بازگشت به تاریخ رژیم ولایت فقیه، دلایلش آدم کم و بیش میتونه پیدا بکنه و اون واقعا اینه که رژیم ایران همینطور که به اصطلاح خمینی در نوشته های خودش و بسیاری از گردانندگان کشور از آغاز این در مطرح میکردن، اینها یه دشمنی با تجدد دارن. تجدد به معنای از جهت فرهنگی و اجتماعی. و این خیلی جالبه که به طور کلی از زمان نهضت روشنگری از اواسط قرن 18 در اروپا هم وقتی نهضت روشنگری شروع شد ضدیت با زنان وجود داشت. در همین آمریکایی که ما زندگی میکنیم، یک زن در نوشتن قانون اساسی آمریکا دخالت نداشت و یک قرن طول کشید که زنان آمریکا حق رأی بگیرند. در فرانسه زنان بعد از انقلاب فرانسه، زنان فرانسه تا 1945 حق رأی نداشتند و قصه لحاظ. بنابراین قابل فهمه که آخوندهای ضد تجدد این به اصطلاح مخالفت رو با برابری جنسی دارن. کاری که اینا کردن، بزن با پاسخ شما رو با یک نقل قولی از خمینی بدم که وقتی اوائل انقلاب عده ای از تحصیل کرده گفت و صاحب توانمندان کشور از مملکت خارج می شدن،
به اون گفتن که این به اصطلاح کسانی که سرمایه دارن و دانش دارن و پژوهشگران مهمن، گفت اینا مهم نیستن، برن گمشن، ما توجه ما به بچه های توی گهواره است. یعنی نظر خمینی و شرکا این بود که اگر بتونن دستگاه آموزشی و تبلیغاتی کشور رو کنترل بکنن و جلوی آزادی بیان رو و خصوصا بیان تجددخواهان رو بگیرن، اینا میتونن بچه ها نسلی که در ایران به وجود میاد به دلخواه خودشون تربیتشون بکنن. و این لنین و استالین هم همین فکر رو در رابطه با کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی میکنن، ماو تسه‌تونگ هم همین فکر رو در که و بعد دیدیم که نه، و امروز میبینیم که بعد از 43 سال تلاش، جالبترین و عمیقترین ضدیت با این رژیم از جهت فرهنگی و اجتماعی از طرف دقیقا همون دو نسلی داره پیگیری میشه که خمینی میگفت اینا تو گهوارن یا تازه متولد شدن. بنابراین این و این تحت تاثیر به این پیشرفتهایی که در دنیا وجود، اینترنت نقش مهمی داشته که دانشی که گرفتن از خارج از کشور، بنابراین شکستی که این رژیم جمهوری اسلامی در ایران در رابطه با ضدیت به آزادی زنان و ضدیت به آزادی های فرهنگی و اجتماعی گرفته بی سابقه نبوده در همین آمریکا، چه از جهت بسیار در آمریکا در کشور رو این پیش مشابه. بنابراین ما که در خارج از کشور و یا در داخل برای به اصطلاح حقوق بشر مبارزه میکنیم، بهتره با این واقعیت آشنا باشیم که اتفاقی که در ایران افتاده از نظر تاریخی زیاد غیر مترقبه و بی سابقه نیست. آقای دکتر، چه ویژگی هایی در این جنبش خیزش، میدونید که سر اسمش هم بحث و جدل است، ولی هرچی هست، چه ویژگی هایی به خصوصی در این حرکت جوان ها در ایران میبینید؟ من سه یا چهار پیامد یا ویژگی میتونم اسم برم. یکی این که حداقل باعث شگفتی ما شد که نسل جوان ایران سیاسی شده به این معنا که ماهیت و مشروعیت رژیم رو زیر سوال برده، و اگرچه انگیزه های فرهنگی در این دهشت خیلی مهمن، ولی به طور اجتناب ناپذیر از نظر سیاسی هم رژیم رو به چالش کشیده. و خیلی جالبه که این تا 3 ماه قبل تا 4 ماه قبل غیر قابل تصور بود برای ما، حتی در خارج از کشور. بله، تمام فعالیت های سیاسی من، بسیاری از این گرد همایی های هموطنانی همه پیران قبیله بودند، همه کسانی بودند که تجربیاتی از قبل از انقلاب داشتند، از 60 سال به بالا بودند غالبا. و بعد من وقتی موقعی که رئیسی در سازمان ملل صحبت میکرد و تظاهراتی ما در اونجا داشتیم، بیش از 10,000 نفر در اونجا بودن که واقعا بدون اغراق میخوام بگم بیش از 80%شون نسلای بعد از انقلاب بودن. و این همونطور که شما بهتر میدونید در سراسر اروپا و آمریکا و کانادا هم همینطور. این یه تحویه پیامد بسیار جالب و امیدوار کننده ای. دومی که در خارج از کشور نه تنها نسل جوان، بلکه کسانی که به مسائل سیاسی اگرچه مخالف رژیم بودند و انتقاد میکردند، ولی فعال نبودند، که این مبارزه در داخل کشور تونسته نیروهای سیاسی رو در خارج از کشور به شکل بی سابقه فعال بکنه. بی سابقه حتی برمیگردم 60 سال قبل از زمان شاه تا کنون، که واقعا این تظاهراتی که در اروپا و آمریکا و کانادا داره انجام میشه بی سابقه است از جهت تعداد و کیفیت نسل‌های شرکت کننده در اون، که این اگر واقعا این فعالیت سیاسی بتونه در جهت تشکیلاتی شدن، حتی 5% در جهت تشکیلاتی شدن پیش بره، موفقیت بی سابقه‌ای برای مبارزات خارج از کشوره. و پیامد سوم اینه که، و اونم برای من جالبه، که در آمریکا و اروپا رژیم ایران رو یه استبداد دیگه میدونستن، چون استبداد هم در خاورمیانه چیز نادری نیست، همه این کشورها کشورهای استبدادی هستند. و وقتی حتی با تیپای پژوهشگران دانشگاهی صحبت میکردیم، روزنامه ها رو میخوندیم، ایران یه کشور مستبد دیگر و یه چیز استثنایی نبود. بله، از جهت تاریخ من. ولی این مبارزات در داخل کشور دنیای غرب رو به این واقعیت با این آشنا کرده
که این معجون فاشیسم آخوندیست در ایران واقعا یه معجون عجیب غریبیه، که این با همه اون مستبدین به اصطلاح سنتی گذشته فرق میکنه. و اینکه دیدیم که در همین دو ماه مواضع انتقادی بسیار وسیعی راجع به ایران گرفتن و مقالات انتقادی و بسیار به اصطلاح تجزیه تحلیل های خیلی جالب و عمیقتری در روزنامه های پرتیراژ و پرستیژدار اروپا و آمریکا منتشر شده. بنابراین چهره ایران در ذهنیت جهان غرب یک تغییر اساسی کرده. بینش فعالین سیاسی خارج از کشور نسبت به ایران تغییر اساسی مثبتی کرده و در داخل که این مبارزه بعد از دو ماه ادامه داره. بنابراین اتفاقاتی که افتاده بسیار امیدوار کننده است. چالشی که در برابر مبارزین خصوصا ما در خارج از کشور هستیم دون داره که ما از این پیامت ها چه نوع بهره برداری میتونیم بکنیم که در واقع بتونیم حداقل از نظر نمادین نقشی در حرکت دموکراسی ایران ایفا بکنیم. خب پس بفرمایید که در همین زمینه صحبت بکنیم، هم در مورد خارج از کشور و هم در مورد داخل کشور که جوانایی که در اعتراض هستن بسیاری جان بر کف دست گذاشتن و مبارزه میکنن، چه باید بکنید، چه ضعفایی میبینید آقای دکتر و چه راههایی پیشنهاد میکنید؟ ببینیم، این البته فرض من یا اعتقاد من یا آرزوی من اینه که تا از نظر مثلا منطق تاریخی و تجربیات تاریخی و منطق به ما میگه که این رژیم سرش به سنگ میخوره، ولی نمیدونیم کی و چگونه. متاسفانه شما خوب میدونید که در مطالعات جامعه شناسی و سیاسی و این حرفا آینده نگری و پیشبینی وجود نداره و دائما میتونیم شگفت زده بشیم از اتفاقاتی که پیش بیاد. ولی این رو میدونم که اون موقعی که این رژیم در حال فروپاشیه، همونطور که وقتی رژیم شاه در حال فروپاشی بود، آیا در اون موقع یک بدیل دموکراتیک در داخل ایران وجود داره یا نه؟ و بدیل دموکراتیک در یک کشوری مثل ایران، مثل بقیه خاورمیانه، فقط میتونه یک بدیل ائتلافی باشه. یعنی ما یک حزب خاصی نداریم که بتونه اکثریت مردم رو جلب بکنه و به عنوان بدیل یا جانشین این نهضتی رو رهبری بکنه. در داخل کشور این ائتلاف امکان پذیر نیست، استبداد نمیذاره، برای که نیاز به گفتمان داره. بین گفتمان حقوق بشر و گفتمان دموکراسی برای اولین بار در ایران جذابیت پیدا کرده و حتی در خارج از کشور جذابیت پیدا. قبل از انقلاب بسیاری از نیروهای چپ مسئله حقوق بشر مطرح میکردین مسخره میکردن، اهمیت برشون اینه که در حد داخل خارج گفتمان حقوق بشر و دموکراسی جذابیت پیدا کرد. در داخل با نهایت تأسف فاشیسم مذهبی اجازه نمیده که بتونن در گفتمان و که در جهت پیشبرد ائتلاف بخوان فعالیتی بکنن. ولی در خارج از کشور ما از آزادی و امنیت و حتی امکانات مادی برخورداریم و ما در اینجا بدیل رژیم ایران نمیتونیم باشیم، اما نماد آینده میتونیم باشیم. بگیم که ایرانی ها توانایی ایجاد نهادهای به اصطلاح حقوق بشری یا از نظر من جمهوری خواهی رو دارن به شکل دموکراتیک. یعنی حرفایی رو که ما از نظر تئوری و انتزاعی در دفاع از حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک میزنیم، بهتره که توی تشکیلاتی توی در رفتار و کردار ملموس مشخص خودمون اونا رو نشون بدیم. بنابراین امید من اینه که این فعالیت هایی که به نظر من داره نوز پیدا میکنه و امیدوار کننده شده، یه تشکیلات حقوق بشری باش وجود داشته باشه که دموکراتیک باشه، یعنی یک عفو بین الملل ایرانی از یک جهت که اداره اون با حق عضویت افراد اون من خارج پرداخت بشه، نه اینکه کمک از این اون بخوان بگیرن و مدیران اون دموکراتیک انتخاب بشن دقیقا مثل. و دوم اینکه نیروهای دیگه ای که ادعای بدیل بودن یا نماد بودن در برابر رژیم دارن بیایم در
رفتار و کردار خودشون اون دموکراسی رو که ترویج میکنن عمل بکنن. من یه جمهوری خواهم، یه سوسیال دموکراتم، یه جمهوری خواهم. امید من اینه که جمهوری خواهایی که معتقد به ارزش‌های مدنی به صلاح دموکراتیک هستن، جدایی دین از مذهب هستن، برابری زن و مرد هستن، اینها بتونن یک ائتلافی درست بکنن که این ائتلاف نمونه ای باشه از اون چیزی که ما میخوایم در ایران به وجود بیاد اون روزی که این رژیم در حال فروپاشی است. این یعنی هم حقوق بشری داشته باشیم که مربوط به همه باشه، برای اینکه اگر ما اعتقاد به دموکراسی داریم یعنی کثرت پذیری اندیشه و تحلیل رو اجتناب ناپذیر میدونیم و دشمن نداریم، دیلونا رقیب داریم. بنابراین در خارج از کشور ما میتونیم نمونه هم فعالیت حقوق بشری و هم فعالیت سیاسی، از نظر من فعالیت سیاسی مورد دلخواه من فعالیت سیاسی دموکراتیک جمهوری خواهیه. آیا مثلا کسانی که خودشون رو مشروط خواه میدونن تا حالا یک تشکیلات دموکراتیک مشروط خواه درست کردن؟ من هم چیزی ندیدم. این چالش هایی است که در برابر ما قرار داره و من اون پیامدهای مثبت این نهضتی که در ایران به وجود اومده، آیا ما میتونیم از اینا این چالشی که در برابر ما قرار داره که آیا بتونیم در عمل نشون بدیم که میتونیم ازش استفاده بکنیم یا نه؟ و برای اینکه به اونجا برسیم، همونجوری که اشاره فرمودین، امروز باید دموکرات بوده دموکراتیک رفتار کرد، درسته؟ Absolutely. یکی از حتی برای رسیدن به اون تشکیلاتی که شما امیدشو دارین که میدونم سالها دارین، این است که امروز باید نشون بدیم که این کار هستیم، نه اینکه موکول کنیم به فردا. دقیقا. اینجاست که همون صحبتی که شما کردین، اینجا اون مسئله ایجابی پیش میاد. بله. اگر ما با استبداد حاکم مخالفیم و بدیل این استبداد رو دموکراسی میدونیم، آیا در رفتار و کردار و اعمال خودمون دموکراتیک عمل میکنیم یا نه؟ بله، یه عده‌ای از جانب خود من این چیز هست که امروز یه عده‌ای با تکیه بر شعار امروز فقط اتحاد کرد، منو یاد همه با همه آقای خمینی میندازد و ناکجا آبادی که ما رو اونجا برد، از و اتحاد رمز پیروزی است، مانع از این میشن یا جو و فضای ایجاد میکنن که نشه در رابطه با اینکه بس بحث سلبی و ایجابی و بذاریم سریعتر بگم که برداشتن این رژیم به تنهایی هدف نیست، بلکه هدف باید ایجاد یه چیزی باشه، یعنی تنها مخالفت با یه چیزی، ضدیت با یه چیزی کافی نخواهد بود، کافی نیست. باید از امروز راجع به اینکه فردا چه می‌خوایم، چه ایرانی می‌خوایم داشته باشیم بتونیم صحبت بکنیم و در اون زمینه کار بکنیم. خواستم نظر شما رو در این زمینه بدونم. دقیقا من فکر میکنم کسانی که میخوان همه با هم و این حرفا حرف خیلی بی‌معنی که هست، این که تاریخ بخونن. هر جا که دموکراسی به وجود اومده مبارزه طولانی داشته و هر جا دموکراسی موفق شده گام به گام بوده، هر جایی که بوده. در همین مملکتی که ما زندگی میکنیم حساب بکنم، آیا دموکراسی که اول در آمریکا به وجود اومد که فقط کسانی که مالک بودن میتونستن رأی بدن، مردای سفیدپوست مالک میتونستن رأی بدن، مبارزه شد، در هر مرحله ای مبارزه شد تا یه مقدارش. من و شما در این مملکت سالها زندگی کردیم، در سراسر اروپا، تمام کشورهای. این که ما فکر بکنیم دموکراسی نیست که ما یه مقاله بنویسیم یا یه بیانیه بنویسیم فکر کنیم همه قبول میکنن فردا. چرا؟ برای اینکه دموکراسی یعنی تغییر رفتار و کردار و فرهنگ ما، فرهنگ سیاسی ما. قرنها و قرنها در استبداد خانواده، استبداد محله و استبداد سیاسی زندگی کردیم در سراسر کشورهای اسلامی. بنابراین تغییر اون، حرکت در جهت آزادی خواهی، در گذشته در ایران چیزی به اسم حق انسان وجود نداشته، تکلیف و وظیفه وجود داشته، یعنی حرفی که خمینی و شرکا میذارن. بنابراین برای اینکه مبارزه بکنیم باید توجه داشته باشیم که این مبارزه اینطوری است که امروز یه تصمیم بگیریم یا اقدام بکنیم فردا به نتیجه برسیم، به هیچ وجه. یه مبارزه بسیار طولانیه که شکیبایی میخواد، گام به گام پیشرفتش گام به گامه و
از تجربیات کشورهای دیگه استفاده کردن میتونه این امید رو به ما بده که اگرچه این گام به گام در روند خودش میتونه کوتاه به صلاح زیاد اکسایت به صلاح به ما اون جرأت رو نده، ولی تنها راه موفقیت دقیقا همینه که آدم به پیشرفت گام به گام اعتقاد داشته باشه. یعنی که انقلاب و دموکراسی یک فراینده، یک پروسه، یک اتفاق نیست که دقیق هر جایی که از نظر تاریخی هر جا اتفاق افتاده یه روند بوده، یک پروسه بوده. و ما به عنوان یه ملت صد و خورده سال داریم روند رو سعی میکنیم که طی بکنیم. دقیقا علتشم چون ما فکر میکنیم که این دموکراسی مثلا در انگلستان و فرانسه و نیوزیلند اونجاها به وجود اومده، ما میخوایم کپیش بکنیم. باید ببینیم که این دموکراسی در اونجا به چه شکلی به وجود اومده. یک محصولی اونا درست نکردن که ما محصولی بتونیم وارد بکنیم. این دقیقا این به سرا این اونی که همین دقیقا صحبتی که شما میکنین راجع به مخالفت با رژیم و یا اینکه جانشینش میخواد چی باشه، این دوتا تفکیک ناپذیرن. و مصر مثال خوبی واقعا ایرانیا بشتبه، مصر در مبارزه برای انداختن حسنی مبارک عجیب متحد بودن، زنان مصر فعال بودن، خیلی جالب فعال بودن، نیروهای چپ، نیروهای ملی، نیروهای حتی نیروهای مترقی اسلامی فعال بودن، همه میدونستن چی نمیخوان و موفق شدن. بله. ولی همین که حسنی مبارک رفت و سوال پیش اومد که بدیل شما چیه، تیک پاره شدن نیروهای برای بکان. این تمام این نیروهایی که اتحاد کرده بودند برای از بین بردن حسنی مبارک، انتخابات که رسید 11 تا کاندید ریاست جمهوری داشتن و تمام وقت و انرژی خودشون رو صرف بی اعتبار کردن همدیگه به کار بردن و سرانجام زمینه ای پیش اومد که دوباره ارتش اومد و استبداد ارتش از نو حاکم بر مصر شد. مثال خیلی جالبیه واقعا. بله، زندیات بنیسد آقای فرهنگ مطلبی پیامی به کنگره حزب چپ فرستاده بودن چند سال قبل و پیامش این بود که هیچ جنبش همگانی در ایران پیروز نشده بدون اینکه سه گرایش عمده چپ مذهبی و ملی با هم ائتلاف کرده باشند و هر موقع هم که پیروز شد یکی از علل اصلی شکست اون جنبش ها پس از پیروزی دقیقا همین بود که الان شما میفرمودید که بعد از پیروزی اختلاف ها شروع شد، دنبال قدرت رفتن شروع شد، به جون همدیگه افتاده. ولی یه تحول در ایران و در سطح دنیا به وجود اومده که منو امیدوار میکنه که در آینده بتونیم حداقل با این مشکل برخورد سازنده تری داشت. و اون اینه که در گذشته چپ خصوصا در این پنج بعد در دوران مصدق که دوران بسیار مهم و جالبی بود برای پیش برده، در اون موقع نیروهای چپ در ایران همه دنبال مدینه های فاضله فرامرزی بودن. یعنی اصلا استقلال فکری، استقلال بومی در اونجا وجود نداشت. بومی فکر نمی کردن. اونجا یا هرچی استالین میگفت، هرچی ماوتسون میگفت، هرچی کاسترو میگفت، از این حرفا که ما باش خوب آشناییم. یعنی که اصلا بحث منطقی راجع به این که اینجا ایران، اینجا تاریخ خودش رو داره، اینجا فرهنگ و سنت خودش رو داره، اینجا میخوان اصلا وجود نداشت. یعنی یه فرمولی داشتن که این فرمول جنبه به اصطلاح کهکشانی و جهانی. خوشبختانه تمام این مدینه های فاضله سراب از آب در اومدن و امروز نیروهای چپ ایران خیلی بومیتر و مستقلتر فکر میکنن و این خیلی امیدوار کننده است. آقای دکتر، سوال خیلی زیاده که من شما بکنم ولی بیشتر از این نمیخوام امروز مزاحم بشم، ولی میخوام خواهش کنم و از شما اجازه رو بگیرم که زنگ بزنم خدمتتون بیشتر با بینندگان ما صحبت بکنم. با کمال میل. خیلی ممنون از وقتی که ما دارید. قربونت برم، موفق باشید. اوقاتتون بخیر. بینندگان عزیز، به گفتگوی من با آقای دکتر منصور فرهنگ در رابطه با جنبش اخیر ایران، ملت ایران و برخی از ویژگی ها و پیامد ها، شبایت کرد ها توجه میفرمودین. امیدوارم که این گفتگو هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. بیش از این مزاحم اوقات عزیزتون نمیشم. مثل همیشه با آرزوی استقرار و استمرار مردم سالاری در ایران، همه شما عزیزان رو تا گفتگوی دیگر به خداوند بزرگ میسپارم.
لبهاتون همیشه پرخنده بود، دلهاتون همیشه شاد.